سلام به شما بینندگان محترم، من الهی بردبار از تلویزیون پیام جوان اخبار امروز ایران و جهان را به اطلاع شما میرسانم. نخست چند خبر در رابطه با کشورمان ایران. عراقچی میگوید برای ابوطالبی جایگزینی در نظر نداریم. ایرنا، خبرگزاری ایران، به نقل از عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه، گزارش داد که موضوع مخالفت آمریکا با صدور ویزا برای حمید ابوطالبی از طریق مکانیزم‌های حقوقی پیش‌بینی شده سازمان ملل در دست پیگیری است. ساعتی پیش از آن، دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، گزینه معرفی شده از سوی ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد، را ضمانت نمی‌کند. به تازگی کنگره ایالات متحده آمریکا با ورود آقای ابوطالبی به خاک این کشور با رأی قاطع اعلام مخالفت کرده است. جک کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت ما به طور حد در هدف طرحی که در کنگره تصویب شده سهیم هستیم، چنانچه به سازمان ملل و ایران نیز گفته ایم. ما بررسی قانونی خواهیم داشت و این کار در حال پیگیری هست و بر مبنای قانون اساسی اقدام خواهیم کرد. دولت باراک اوباما یادآور شده است که موضوع مخالفت با انتصاب سفیر حکومت ایران در سازمان ملل متحد بر مذاکره بر سر پرونده فعالیت‌های اتمی تهران اثری نخواهد گذاشت. مخالفت کنگره و دولت ایالات متحده آمریکا بر مبنای مشارکت حمید ابوطالبی در جریان تصرف سفارت این کشور و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز در تهران عنوان شده است. آقای ابوطالبی نقش خود را در این واقعه مربوط به سال 1358 خورشیدی تکذیب کرده است. 15 مقام ایران بار دیگر مشمول تحریم‌های دولت انگلستان شدند. وزارت دارایی انگلیس در چارچوب تحریم‌های سرکوب کنندگان حقوق بشر لیست سیاهی از 15 شخصیت ایران را که نام‌های آشنایی همچون دوری نجف‌آبادی و سعید مرتضوی در میانشان دیده می‌شود منتشر کرد. بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شده است، خواستار بلوکه شدن دارایی‌های این افراد در انگلستان شده و نهادهای مالی این کشور را از هر گونه مراوده با آنها منع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، انگلیس تا کنون نام 86 ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. 15 نفری که امروز نامشان منتشر شده است، قبلاً هم در لیست سیاه قرار داشتند، ولی امروز اطلاعات مربوط به این افراد بروز شده و مدت تحریمشان تمدید شده است. همزمان با انتشار این فهرست، نقض کنندگان حقوق بشر، زهره الهیان، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در انگلیس و آنچه که خود شرایط شهروندان این کشور مینامید، اظهار عقیده کرد که انگلیس بهتر است به شرایط داخلی خود بپردازد و حقوق شهروندان خود را در نظر داشته باشد. او البته هیچ توضیحی نداد که شهروندان این کشور با چه مشکلات حقوق بشری روبرو هستند. زهره الهیان سپس به اقدامات ضد حقوق بشری از سوی انگلیس در منطقه اشاره کرد و حضور نظامی در افغانستان و مداخلات در بحرین و عراق را بهترین شاهد برای نقض حقوق بشر توسط انگلیس دانست. الهیان سپس به دخالت‌های انگلیس در ایران اشاره کرد و مدعی شد که سفارت انگلستان اتاق جنگ 24 ساعته برای هدایت اختشاشات 88 بوده و به یاری بی بی سی همچون پایگاه ایجاد جنگ روانی علیه مردم ایران عمل می کرده است. او تهدید کرد که در بازگشایی سفارت باید این ملاحظات مورد توجه قرار گیرند. وزیر خارجه ایران با همتای اماراتی خود شیخ زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، دیدار و گفتگو کرد. این گفتگوها به قصد بهبود مناسبات میان ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس در شرایطی انجام می‌گیرد که دستگاه دیپلماسی کشور بر روابط قابل اعتماد متقابل تاکید دارد. وزیر خارجه ایران در سخنرانی افتتاحیه دومین اجلاس کمیسیون عالی مشترک دو کشور که امروز برگزار شد، بر اراده سیاسی رهبران دو کشور برای گسترش همکاری تاکید کردند.
وجود یک اجتماع عظیم از ایرانیانی که در این کشور کار و زندگی می کنند از نکات مورد توجه سخنرانی وزیر خارجه ایران بود که بر وجود 200 پرواز هفتگی میان دو کشور تاکید کرد. وی حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی ایران در این اجلاس را دلیل اراده دو جانبه برای همکاری های مشترک توصیف کرد. وزیر خارجه ایران همچنین به عناصر تهدیدزایی اشاره کرد که منطقه را دچار مخاطره کردند. فرقه‌گرایی، افراط‌گرایی و تروریسم از نظر ظریف در زمره عوامل تهدیدزا به حساب آمدند. او امنیت در حوزه خلیج فارس را یک پارچه و جدایی ناپذیر خواند و بر همکاری‌های امنیتی میان کشورهای این منطقه تاکید کرد. وزیر خارجه ایران همچنین پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران و نیز آنچه را که وی دستاوردهای فرامنطقه‌ای می‌خواند را عوامل اطمینان بخش برای مناسبات با کشورهای همسایه توصیف کرد. جواد ظریف در واقع با توجه به نگرانی‌های این کشور نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران و نیز بدگمانی آنان نسبت به ادامه مذاکرات هسته‌ای با غرب کوشید اماراتی‌ها را از بدگمانی بیرون آورد. احتمال اجرای حکم اعدام ریحانه جباری در روزهای آینده. به گفته دادستان پرونده ریحانه جباری، دانشجو و طراح دکوراسیون داخلی در 16 تیر ماه سال 1386 خورشیدی در جریان یک درگیری فیزیکی با مرتضی سربندی، پزشک و کارمند سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وی را از پای درآورده است. ریحانه جباری میگوید مرتضی سربندی وی را برای انجام دکوراسیون به یک آپارتمان برده و در صدد تجاوز به او بوده که چاره جز دفاع از خود نداشته است. ضربه چاقوی ریحانه به کتف مقتول اصابت کرده و باعث مرگ او شده است. ریحانه در هنگام واقعه 19 سال داشته و تاکنون 7 سال را در زندان گذرانده است. با تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، همکنون خانواده ریحانه جباری و هزاران تن از فعالان مدنی و هنری در داخل و خارج از کشور در تلاشند تا رضایت خانواده مقتول را به دست آورند تا این دختر جوان از چوبه اعدام رهایی یابد. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در مورد خطر اعدام ریحانه جباری هشدار داده است. در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده است حکم اعدام ریحانه به دفتر اجرای احکام در تهران ابلاغ گردیده و هر زمان ممکن است حکم درباره وی اجرا شود. در همین رابطه تومار نیز تحت عنوان برای نجات ریحانه از سوی فعالان مدنی بر روی سامانه‌های خبری فارسی و انگلیسی زبان قرار گرفته که تاکنون بیش از 120 هزار نفر ایرانی و غیر ایرانی آن را امضا کردند. با طرح معضل سرنوشت ریحانه، برخی فعالان مدنی به دشواری زنان در جوامع اسلامی اشاره می کنند و می گویند چنانچه ریحانه به خواست کارفرمای خود تمکین می کرد، نیز می توانست از سوی کارگزاران قضایی ایران تحت عنوان رابطه نامشروع تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم شود. و امروز که بر اساس گفته خود او از خود دفاع کرده است، بر اساس قوانین جزایی قصاص اسلامی محکوم به اعدام شده است. و اکنون چند خبر از دیگر کشورهای جهان. ارتش سوریه شهر معلوله را از مخالفان پس گرفت. سربازان سوری با برافراشتن پرچم این کشور در شهر مسیحی نشین معلوله بازپسگیری آن را از شورشیان مسلح جشن گرفتند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش کرده است که واحدهای ارتش این شهر را از دست تروریست‌ها پس گرفتند. در این عملیات سربازان حزب الله لبنان به کمک نیروهای ارتش سوریه آمدند. شورشیان اسلامگرا که بخشی از آنها متعلق به جبهه النصر از گروه‌های وابسته به القاعده هستند، حدود 5 ماه قبل کنترل این شهر را به دست گرفته بودند. در جریان اشغال این شهر 13 راهبه مسیحی به همراه 3 نفر دیگر ربوده شدند. این افراد ماه گذشته در پی توافق ربایندگان و دولت روسیه مبنی بر تبادل زندانیان آزاد شدند. شهر مسیحی نشین معلوله در 60 کیلومتری پایتخت سوریه واقع است و به دلیل واقع شدن در مسیر ارتباطی دمشق به حماس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری دولت سوریه، نیروهای ارتش پس از خنثی کردن مواد منفجره ای که شورشیان در مناطق مختلف شهر کار گذاشته بودند، راهی جنوب غربی این شهر شدند. یک گروه حقوق بشری مخالف دولت سوریه پیروزی نیروهای دولتی در شهر معلوله را تایید کرده است. این شهر در 5 ماه گذشته حداقل 4 بار بین نیروهای دولتی و مخالفان دست به دست شدند. لیدا کوچ‌اصفهانی در رابطه با امور مهاجرت، سیتیزنشیپ، گرین کارت و امور مربوط به سوشال سکیوریتی با توجه به شرایط و موقعیت سنیتان شما را با دقت و پشتکار یاری می‌کنم. شماره تلفن 408-269-722-823. سهارا بیابان است، ولی سهارای ما بزرگترین و مجهزترین فروشگاه در شمال کالیفرنیا است که با ارائه بهترین گوشت تازه 100% حلال، نان تازه روزانه همراه با هزاران محصولات غذایی منحصر به فرد در زیر یک سقف جهت ارائه به هموطنان گرامی گرد آمده است. رستوران سهارا با عرضه بهترین و لذیذترین غذاها و کبابهای ایرانی با سرویس سفارش تلفنی میزبان شما و عزیزانتان در شهر دابلین بریا خواهد بود. تلفن تماس اریا کد 925-999-8242. نخست وزیر روسیه گفت اوکراین بر لبه پرتگاه جنگ داخلی است. دمیتری مدودوف در واکنش به خبر آغاز عملیات نیروهای امنیتی در مناطق شرقی اوکراین هشدار داد که خطر جنگ داخلی در این کشور جدی است. نخست وزیر روسیه در نشست خبری روز سه‌شنبه به شدت به دولت مرکزی اوکراین تاخت و گفت اوکراین بر لبه پرتگاه جنگ داخلی است. امیدوارم آنهایی که در قدرتند، یعنی مقامات کنونی اوکراین، به اندازه کافی باهوش باشند که درست تصمیم بگیرند و از سقوط کشورشان به ورطه چنین بحرانی جلوگیری کنند. ساعتی بعد راسموسن دبیر کل ناتو به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت از روسیه می‌خواهم از تشدید بحران جلوگیری کند، نیروهایش را از اطراف مرز اوکراین فرا بخواند و ثبات این کشور را برهم نزند و رسماً اعلام کند که از رفتار خشن جدایی طلبان هوادار روسیه حمایت نمی‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز از بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا این سازمان عملیات غیرقانونی نیروهای امنیتی اوکراینی را در شرق این کشور محکوم کند. مشکل در ادامه عملیات برای رافتن هواپیمای مالزیایی در پی نقص فنی ربات زیردریایی. مأموریت ربات زیردریایی جستجوگری که برای پیدا کردن اثری از پرواز MH370 به کار گرفته شده است، روز چهارشنبه به دلیل یک نقص فنی نامشخص لغو شد. از اولین روز مأموریت ربات بلوفین 21 که روز دوشنبه پس از 6 ساعت به عمق 4500 متری اقیانوس هند رسیده بود، نتیجه خاصی حاصل نشده است.
با این حال مقامات مالزی مصمم به ادامه جستجوها هستند. هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی گفت ما به جستجوها ادامه می دهیم و از شدت آنها کاسته نشده است. این وعده ای است که به خانواده های مسافران داده ام و ما به کارمان ادامه خواهیم داد. اما ممکن است برخی کشورها نقشه کمتری داشته باشند. کشورهای دیگری هم هستند که کمک‌هایشان را بیشتر کردند. ما باید راه‌های خلاقانه پیدا کنیم. عملیات یافتن بوئینگ 777 مالزی گرانترین جستجوی تاریخ هوایی می باشد. 14 هواپیما و 11 کشتی از کشورهای مختلف جهان هنوز در جستجوی این هواپیما هستند که روز 8 مارس با 239 سرنشین ناپدید شد. از هفته گذشته هیچ سیگنالی از جبهه سیاه هواپیما نرسیده است. واژگونی کشتی کره جنوبی و سرنوشت نامعلوم 300 مسافر در حاله ابهام. پس از واژگونی و پیش از آنکه کشتی مسافربری کره جنوبی در آب‌های این کشور غرق گردد، گارد ساحلی و قایق‌ها و هلیکوپترهای نظامی و تجاری به محل حادثه شتافته و بیش از 164 نفر از مسافرین را نجات دادند. مقامات کره ای تعداد تلفات جانی این حادثه را تا به این ساعت 4 نفر ذکر کردند. از سرنوشت 300 نفر از مجموع 460 سرنشین این کشتی نیز که اغلب دانش آموزان دبیرستانی عازم گردش علمی بودند اطلاعی در دست نیست. آمار سرنشینان، تعداد نجات یافتگان و مسافرانی که زنده بودند و نبودنشان معلوم نیست از آغاز این حادثه زد و نقیز مخابره شده است. یکی از دانش آموزان نجات یافته میگوید به ما اطلاع داده شد که آرام و بی حرکت در کشتی بنشینیم، اما کشتی در حال غرق شدن بود و برخی از دانش آموزان نتوانستند خود را نجات دهند. والدین دانش آموزان خود را از سئول به بندر جیندو در جنوب این کشور، جایی که کشتی در آب‌های مجاوران غرق شد و عملیات نجات آن صورت می‌گیرد، رساندند تا بلکه خبری از عزیزان خود بگیرند. آیا این کشتی در مسیری که با آن ناآشنا بود به صخره‌ای در زیر دریا برخورد کرده است؟ هنوز کسی نمی‌داند و تا کنون به جز مه شدید در شب دلیل دیگری که احتمالاً باعث این حادثه شده باشد در دست نیست. شرکت گوگل تیتان شرکت تولید کننده پهپاد را می‌خرد. گوگل برای بست دامنه فضای اینترنتی خود و تهیه تصاویر آنلاین از پهپادهای خورشیدی تولید این شرکت استفاده خواهد کرد. این هواپیماهای بدون سرنشین قادرند به مدت 5 سال بدون وقفه بر فراز کره زمین در رفت آمد باشند. پیشتر فیسبوک برای دسترسی همگیر اینترنت به ویژه در آفریقا و کشورهای در حال توسعه قصد خرید شرکت تیتان را داشت و حتی مذاکرات مقدماتی هم صورت گرفته بود، اما از قرار معلوم پیشنهاد گوگل جالبتر بوده است. گوگل پیشتر نیز در قالب برنامه لون دسترسی به اینترنت را از طریق بالون‌های هلیومی خورشیدی آزمایش کرده بود. و اکنون به یک خبر ورزشی توجه فرمایید. جام جهانی فوتبال به واشنگتن رسید. جام زرین رقابت‌های جهانی فوتبال 2014 برزیل در آخرین ایستگاه پیش از مقصد به واشنگتن رسید. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، و جان کری، وزیر امور خارجه این کشور، در مراسمی با حضور سفیر برزیل در واشنگتن از جام رونمایی کردند. جام طلایی مهمترین و پرطرفدارترین رویداد ورزشی سال پس از پیمودن 150,000 کیلومتر و به نمایش در آمدن در 88 کشور جهان 20 آوریل به برزیل محل برگزاری رقابت ها خواهد رسید. آقای کری در این مراسم خطاب به سفیر برزیل گفت: آقای ویرا، از اینکه برتری برزیل در فوتبال را به ما یادآور شدید ممنونم. البته احتیاجی هم نبود. او با اشاره به ضعف آمریکا در فوتبال افزود: ما از صفر شروع کردیم، اما احترام بالایی برای بازی جادوی فوتبالیست های شما قائلیم. کوبی جونز، بازیکن سابق تیم ملی آمریکا، اعتقادی به ضعیف بودن تیم ملی کشورش ندارد. وی با یادآوری تجربه حضور تیم آمریکا در جام‌های جهانی گذشته گفت:
در سالهای 1994 و 2002 هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که آمریکا نتیجه بگیرد و بالا بیاید. جام جهانی همیشه شگفتی ساز است و امکان هر اتفاقی وجود دارد. همین عدم قطعیت فوتبال را این گونه جذاب کرده است. بینندگان محترم، این بود خبرهای امروز ایران و جهان از تلویزیون پیام جوان. تا دیداری دیگر، همگی شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.